مقدمه من باید یه توضیحی بدم که چرا اصلا ما میخواییم از تکنیکال استفاده بکنیم، یعنی دلیل استفاده از تکنیکال چه هست. یک تعریف کلی میکنن همه که خب همه چیز در قیمت نهفته است، اگر رانتی باشه، اگر خبر نهفته‌ای باشه، اگر واقعیتی باشه، اگر شایعه‌ای باشه، ما شاید دسترسی به اینها نداشته باشیم، اما اینا میان خودشون رو توی قیمت نشون میدن. بنابراین ما با تجزیه تحلیل نمودار در واقع به یه نحوی با همه این اطلاعات آشنا میشیم و اثر اونها رو در قیمت میبینیم و اون تصمیمی که روی نمودار میگیریم شامل حال همه این داستانها هست. بعضی جاها مثل ایران خب شرکت ها اطلاعات فاندامنتال خوبی نمیدن، یا اگر میدن ممکنه قیمت ها دستکاری شده باشه. بنابراین خیلی ها ترجیح میدن به جای اینکه در واقع روی بحث فاندامنتال دنبال بکنن بازار رو، نگاه تکنیکالی به بازار داشته باشن. اما این همه ی ماجرا نیست، یعنی ممکنه که تا حدود زیادی این درست باشه، اما به نظر من مسائل دیگری هم در این ماجرا دخیل هست. به نظر من بازار بورس یه بازار بازی و ریاضی هست به یه نحوی و تکنیکال نقش مهمی توی این بازی و ریاضی بازی میکنه. یک بحث آماری هست و ما برای اینکه بتونیم از ریاضیات و آمار و احتمالات بهترین استفاده رو بکنیم به سمت تکنیکال میدیم. ممکنه که ما خودمون این رو ندونیم، یعنی اطلاع دقیقی نداشته باشیم که چه اتفاقی داره میفته و برامون جالب باشه که حالا اون ابزارهای تکنیکالی که داریم هدفهای خاصی رو به ما نشون میدن و ما میبینیم که قیمت به اون اهداف واکنش نشون میده و ما هم به عنوان استفاده کننده از اینها استفاده میکنیم و در منافعی که توی بازار هست سهیم میشیم. اما واقع قضیه این هستش که کل جریان تکنیکال به نظر من یک بحث آماری هست. وقتی که من یک خط روند میکشم و اون خط روند رو در واقع اگر مقاومت هست یا حمایت هست حد قیمت خودم قرار میدم و دیگران هم میان و همین خط روند مشابه رو میکشن، این باعث میشه که ما توی اون منطقه قیمتی رفتار یکسانی داشته باشیم. یعنی که اگر فرض کنید مقاومت هست بفروشیم، اگر حمایت هست دور دیگه رفتار بکنیم. هرچه که این جامعه بیشتر بشه، این جامعه آماری، یعنی هرچه تعداد کسانی که اون خط روند رو بیشتر میکشند و مشابه هم میکشند بیشتر بشه، اون منطقه اعتبار بیشتری پیدا میکنه، به دلیل اینکه تعداد افراد بیشتری در اون منطقه رفتار یکسانی نشون میدن. ما برای اینکه موفق باشیم باید خودمون رو توی این جامعه آماری بزرگتر قرار بدیم. ببینید توی بورس خیلی ها معذرت میخوام میگن رفتار گوسفندی، همه با هم خریدن، همه با هم فروختن. این اون بحث نیست اصلا، همچین چیزی اتفاق نمیفته. منظور من کسایی هست که با آگاهی کار میکنن. این کار کردن با آگاهی، وقتی ما تو جامعه آماری بزرگتری قرار بگیریم شانس موفقیت بیشتری داریم. پس هدف ما از تکنیکال این نیستش که بریم یک چیز پیچیده یاد بگیریم، یک شق القمری بکنیم، یک کار سختی رو فرا بگیریم. نه، هدف اصلی ما این هستش که توی یک جامعه آماری قرار بگیریم که رفتار درستش نتایج بهتری رو حاصل میکنه و هرچه این جامعه آماری بزرگتر باشه، نتیجه که ما میگیریم بزرگتر است و بهتر هست و قابل قبولتر هست. یعنی اگر ما با یه تعداد زیادی به این نتیجه رسیدیم که در این نقطه بفروشیم، ما موفق هستیم، موفق‌تر در واقع داریم عمل میکنیم نسبت به بقیه کسایی که قبل‌تر یا بعدتر ممکنه بفروشن. و همینطور برای خرید، اگر ما با یه جمع کثیری برسیم به یک نقطه‌ای که اون نقطه برای ما یک جور تفسیر داشته باشه، برنده بهتری هستیم توی بازار. بنابراین هرچه این قوانینی که ما یاد میگیریم برای تکنیکال ساده تر باشن، کاربردی تر باشن، پرمصرف تر باشن، پر استفاده تر باشن، ما موفق تر هستیم. اگر من امروز خودم یک اندیکاتوری خلق بکنم و بر اساس اون یک سیگنال هایی بگیرم، هر چقدر که اون سیگنال ها به نسبت خوب و قوی باشن،
خودم رو از اون جامعه آماری بزرگ ممکنه به نحوی بیرون کرده باشم و این به نحوی ممکنه درصد موفقیت من رو کاهش بده. بنابراین من برای اینکه موفق باشم باید همون اندیکاتورهایی رو استفاده بکنم که همه بازار استفاده میکنه، همون تفسیری رو از بازار داشته باشم که همه استفاده میکنن و تفسیر میکنن و خودم رو جدا نکنم. یک فردی که از این مجموعه بیاد بیرون خودش رو توی یه آمار کوچکتر، جامعه آماری کوچکتری قرار بده، شانس موفقیتش به همون نسبت کمتر میشه. ما از این به بعد سعی میکنیم در این بحث آموزش ساده تکنیکال مباحثی رو بگیم که خیلی ساده هستن و خیلی کاربردی هستن و به راحت ترین نحو میشه از اونها استفاده کرد و پیچیدگی ندارن و کاربرد فراوانی دارن. خیلی ها بر اساس اونها کار میکنن و یا اگر مستقیما بر اساس اونها کار نمیکنن، ابزارهایی رو که مورد استفاده قرار میدن نتایجی رو به دست میارن که بسیار شبیه به این چیزی هست که ما طی این آموزشمون بهشون میرسیم، به اون نتایج میرسیم. در واقع من امیدوارم که این مباحث مورد استفادهتون قرار بگیره و بتونه در سوددهی شما تاثیر خوبی داشته باشه در بازار. نکته ای هم باید اضافه بکنم و اون این که در بازارهایی که عمق بیشتری دارن اون بحث جمعیت آماری بهتر کار میکنه. یعنی شما وقتی بازار فارکس کار میکنی و یه خط روند داری، اگر مثلا توی بازار بورس ایران ممکنه 2 میلیون نفر با شما اون خط روند رو بکشن و هم عقیده باشن در اون ناحیه مقاومتی حمایتی، این عدد یه ضریب خیلی بزرگی میخوره وقتی توی بازار بین‌المللی دارین کار میکنیم. بنابراین اگر حالا سابقه کار با بازارهای بین‌المللی رو داشته باشین، متوجه میشین که چقدر این نواحی تعیین کننده، مهم و کارآمد هستن و چقدر افراد در معاملاتشون به اونها وابسته هستن و اعتبار همین وابستگی اعتبار اون نقاط رو تا حد بسیار بالایی افزایش میده.